خلاصه کتاب کوری اثری از جوز ساراماگو از کانال آموزشی انگیزشی لیلو ماجویا. در جهانی که همه به کوری مبتلا شدند، زندگی چه شکلی پیدا می کند؟ توی شهری که در زمان و مکانی نامعلوم به سر می بره، یه روز کوری وحشتناکی ناگهان از پشت یه چراغ قرمز شروع میشه و با سرعتی عجیب به یه بیماری همه‌گیر تبدیل میشه. کنترلش از دست همه خارجه. اینجاست که میشه فهمید که کورها چه احساسی دارن، کور واقعی کیه و چه کسانی خودشون رو به کوری زدن. کوری در دنیای این آدم‌ها بیش از آن که یه بیماری باشه، یه اپیدمی آگاه سازیه که کمتر کسی پیامش رو میفهمه. چرا که انسان به هنگام فلاکت به یاد حل مشکل میفته و وقتی مشکل از میان میره همه چیز رو به دست فراموشی میسپره. کوری برای مردم این شهر لازمان و لامکان به جای اینکه چشمها رو در سیاهی فرو ببره، همه جا رو سفید میکنه و هر فرد کوری گویی در دنیایی از شیر غرق شده. این کوری سفید خودش معنا و مفهومی داره. نور سفیدی که همه میبینن همون نور دنیای مدرنه که بسیاری رو نابینا ساخته تا اونقدر درگیر مسائل روزمره و مادی بشن که همه چی رو فراموش کنن. این مردم حالا باید تلاش کنن تا آخرین صحنه ها رو به یاد بیارن. کسی که کور مادرزاده شاید مشکلی برای ندیدن نداشته باشه، اما کسی که همه چیز رو دیده و بعد از این نعمت جدا شده چه احساسی خواهد داشت؟ قطعاً هیچ چیزی قابل مقایسه با درد کسی که می دیده و حالا کور شده نیست. کوری از یه روز ساده و بدون خبر قبلی شروع میشه و دومینووار از شخصی به شخص دیگه، چه یه پزشک تحصیل کرده باشه یا دزد خیابانی، منتقل میشه. اما در این میان یه زن هست که میبینه. این زن به چشم خودش شاهد اونه که چطور وقتی انسانها کور میشن رفتارهای عجیبی پیدا میکنن. انسانیت خودشون رو از دست میدن و حتی براشون نون خوردن از تن فروشی دیگران هم چندان اهمیتی نداره. توی کوری قراره با جهانی روبرو بشیم که هیچ چیزش سر جای خودش نیست و دنیا از هم پاشیده است. دنیای شخصیت‌های اصلی داستان، یعنی اولین مرد کور، زن زیبایی که برای ورم ملتهمه چشم به چشم پزشک مراجعه می‌کنه، یه پسر لوچ چشم پزشک و همسرش، و یه پیر تک چشم جوری هزار تکه میشن که هر لحظه گمان میبری که درست همون جا همون لحظه همه چیز تموم میشه. نفر اول پزشکه. پزشک مردی بسیار مبادی آداب و تحصیل کرده است که به راحتی تسلیم کوری نمیشه و در ادامه داستان بیشتر و بیشتر از او و رابطش با همسرش میخونیم. مردی که در همه امور با همسرش مشورت میکنه و کوری رو هر چند سخت اما میپذیره و به فکر راه چاره برای هر چیزه. این مرد به دلیل اصول اخلاقی و رفتاری و همراهی همسری که کسی نمیدونه که میبینه، با وجود کور بودن مورد احترام همه قرار میگیره و به عنوان رهبر از او کمک میخوان. پزشک داستان کوری مرد شجاع، مهربان، فهمیده و در عین حال خطاکار و از درون شکسته است. او برای بهبود اوضاع کورها تا
تلاش های زیادی میکنه و در این راه همسرش چشمهاش میشه. نفر بعدی همسر پزشکه، زنی که هرگز کور نمیشه و رنج زیادی از بابت زندگی در دنیای کوران نصیبش میشه. زنی که همون اول میتونست بگه کور نیستم، اما چنین کاری رو نکرد و تا پای جون پیش رفت. او با ادعای کور بودن وارد جهنم دره‌ای میشه که راه خلاصی از اون نیست. این زن به چشم شاهد همه چیزه و فروپاشی جامعه و از بین رفتن انسانیت رو میبینه، اما دم نمیزنه. حتی زمانی که شوهرش هم دچار خطا میشه، با صحبتی منطقی به آرامش دعوتش میکنه و در جای دیگه اشکاش رو میریزه. این زن قهرمان اصلی داستانه و گاهی کارهای خوبش نتایجی فاجعه بار داره. اولین مرد کور هم کسیه که کوری سفید رو تجربه میکنه و در قرنطینه همسرش رو پیدا میکنه. این دو کمکیار پزشک و همسرش برای حفظ نظم و تمدن حداقل در بخش خودشون هستن. اولین مرد بسیار شجاع و وفاداری و مقاومت بزرگترین تفاوت او با دیگران رو رقم میزنه. دختر با عینک آفتابی هم پیش از اپیدمی کوری زنی بدکاره و بسیار زیبا بوده که در دوران قرنطینه بخش دیگه ای از شخصیت خودش رو میشناسه. او به شدت احساس مادری داره و برای پسر لوچ داستان که همواره یا گرسنه است یا مادرش رو میخواد، مادری رو به معنای واقعی کلمه تموم میکنه. او زنی سرسخت و آگاست و در بیشتر کارها کمکیار همسر چشم پزشک میشه. حال در این دنیای آشوب زده و به حق متفاوت، زن بینا چه کاری میکنه؟ در نهایت چی میشه و چه بر سر کوران میاد؟ اینها دیگه داستانیه که باید شنید و در لحظه لحظه آن نفس کشید. فصل اول، آغاز کوری. همه چیز از یه روز عادی شروع شد، درست مثل شروع یه جنگ یا یه کودتا. کوری سفید هم ناگهان ظاهر شد. چراغ زرد راهنما به چراغ سبز رسیده بود، اما ماشین ابتدای خط تکون نمیخورد. ماشین هایی که پشت چراغ قرمز مونده بودن به دلیل ایستادن اولین ماشین و تکون نخوردنش با صدای گاز وحشتناکی از او سبقت گرفتن و رفتن. شاید ماشین عیب فنی پیدا کرده بود، اما حرکت عجیب دستهای راننده در پشت فرمون همه رو متعجب کرد. پیاده ها اولین کسانی بودند که از روی خط عابر خودشون رو به ماشین رسوندن. مرد توی ماشین سرش رو به این طرف و اون طرف میچرخوند و با چشمهای باز فریاد میزد: من کور شدم، نمیبینم. اما چه کسی باور میکرد؟ چشماش کاملا سالم به نظر میرسید، عنبیش شفاف و صاف و تخم چشماش سالم سالم و سفید بودن. مرد هنوز چشمانش رو میمالید و برای دیدن آخرین صحنه که چراغ قرمز چهار راه بود تلاش میکرد. اما چه تلاش عبث و بیهوده‌ای، چون پس از اون در دنیای شیری رنگ غرق شده. عاقبت به کمک مردم اولین مرد کور پیاده شد. کسی میگفت که شاید به خاطر اعصاب و استرس باشه، و دیگری با تأکید بر این موضوع کلید ماشینش رو ازش گرفت و به خونه رسوندش و با سوء استفاده از کوری او ماشینش رو دزدید. مرد کور که
گویی دیوار سفیدی دورش کشیده باشن، همه چیز رو حس میکرد و میدونست درون خونشه. از بوی خونه این رو میتونست حس کنه. او ابعاد و وسایل خونه رو تشخیص میداد و میتونست کاری کنه. اما مسئله کوری او فقط ندیدن نبود. او گویی در رنگ سفیدی فرو رفته بود که از بس میدرخشید، انگار همه چیز رو در خودش میبلید. او برای اینکه کار مفید کوچیکی برای بهتر کردن حالش انجام بده، به اطراف دست دراز کرد. گلدونی رو شکست. وقتی تکه های گلدونش دستش رو بریدند، تازه عقدش باز شد و به حال خودش زار گریست. و پس از اون تا رسیدن همسرش ساکت روی کاناپه نشست. همسرش که وارد شد، بابت شکستن گلدون و تنبلی همسرش غر زدن رو آغاز کرد و وقتی دست خونی اون رو دید، تازه فهمید که همسرش دچار مشکلیه. مرد کور به همسرش گفت که نمیبینه. زن ناباورانه بارها چراغ اتاق رو خاموش و روشن کرد و تنها پاسخی که شنید این بود: همه چیز سفیده. زن به سرعت راه دیگه‌ای در پیش گرفت. از دفترچه راهنما نام نزدیکترین چشم پزشک رو پیدا کرد و با همسرش به مطب او مراجعه کردند. پیرمردی با چشم بند سیاه روی یه چشم، پسر کوچیکی با چشم‌های لوچ کنار مادرش و دختری زیبا که عینک تیره‌ای به چشم داشت و دو نفر دیگه که علامت خاصی نداشتن در اتاق انتظار نشسته بودند. اولین مرد کور و همسرش بلافاصله وارد شدند. وقتی دکتر از مریض خواست توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده، او تمام آنچه تا پیش از سفیدی کامل دیده بود رو به دکتر گفت. پس از معاینات دکتر هیچ مشکلی نه در عدسی، نه در عنبیه یا شبکیه چشم پیدا نکرد و متعجب شد. متعجب شد که چطور این کوری سفید به وجود اومده. دکتر در نهایت رو به همسر اولین مرد کور گفت که هیچ نظری درباره بیماری نداره و باید بررسی‌های بیشتری انجام بده. اون شب وقتی به خونه برگشتن، هنوز هم مرد همه چیز رو سفید میدید. در گیر و دار درد سرهای این زوج، درست در همون حوالی چند ساعت بعد مرد دیگه ای فریاد زد: نمیبینم، نمیبینم. این مرد کسی به غیر از دزد ماشین نبود. اما وضع دکتر با بقیه فرق داشت. او پس از اینکه سر میز شام با همسرش در مورد بیماری کوری سفید مرد اول صحبت کرد، برای مطالعه در مورد چیزی که گمان می‌برد به اتاق کارش رفت. کتاب‌ها رو از قفسه بیرون آورد و وقتی خواست مطالعه رو شروع کنه، ناگهان همه جا رو سفیدی در بر گرفت. اونم کور شده بود. فصل دوم: سیل کوری سفید. بشر بارها موفق به شکست بیماری‌های مختلف شده بود و اکنون بهترین تکنولوژی‌ها رو برای درمان همه چیز در دست داشت. اما این کوری سفید رو هیچ کس نمی‌شناخت. دکتر بی آنکه همسرش رو خبر کنه، اون شب وحشتناک رو در نور سفیدی که میدید گذروند. او نمیتونست کارش رو ادامه بده، اما حداقل میتونست گزارش کنه که یه اپیدمی کوری در راهه. صبح روز بعد وقتی همسرش بیدار شد و اتاق رو ترک کرد، دو قطره اشک از چشمانش پایین ریخت. حالا ترس مریض ها رو میفهمید که وقتی میگفتن میترسیم کور بشیم، چه احساس وحشتناکی داشتن. بر حسب احتیاط آروم آروم پایین رفت. وقت کار بود. کرمال کرمال
دستشویی رو پیدا کرد و با غم به تصویر خودش در آینه نگاه کرد و به صورتش دست کشید. میدونست تصویر درون آینه اون رو میبینه، اما خودش نمیتونه چیزی ببینه. وقتی همسرش اومد تظاهر به دیدن کرد و فقط گفت که احساس میکنم چشمام کمی مشکل دارن. دکتر در نهایت به دلیل شک و تردیدی که از مصری بودن بیماری کوری سفید داشت به همسر شرایط رو گفت. قوقایی به پا شد. زن انکار میکرد و مرد از او میخواست تا جای ممکن فاصله بگیره. دست آخر هر دو سرخورده تصمیم گرفتن شرایط رو در حد مقام خود به مسئولی در وزارت بهداشت گزارش کنن. وقتی او با بیتوجهی وزارت روبرو شد از همسرش خواست به بیمارستان تلفن کنه و با رئیس اونجا حرف بزنه. رئیس بیمارستان صمیمانه حالش رو پرسید و دکتر سرسری گفت خوبم. رئیس بیمارستان پس از شنیدن ماجرا دکتر رو به آرامش دعوت کرد و گفت که فعلا نمیخواد چیزی به کسی بگه تا ببینه آیا موارد بیشتری پیدا میشه یا نه. سپس گفت که ماشینی میفرسته تا برای معاینه دکتر رو به بیمارستان ببره، اما هرگز چنین نشد. هنوز نیم ساعت از این صحبت نگذشته بود که رئیس بیمارستان زنگ زد و در مورد پسر لوچی که ناگهان کور شده و همه چیز رو سفید میبینه خبر داد. او هم بیمار دکتر بود. 3 ساعت بعد وقتی تلفن زنگ خورد دیگه نمی ترسیدند، چرا که می دونستند چه چیزی در انتظارشونه. از وزارت بهداشت با دکتر تماس گرفتن و نام و مشخصات کامل بیماران اون رو خواستن. پس از اون وزیر هم خودش مستقیما از پزشک خواست تا مشخص شدن اوضاع در خانه بمانه و در ملأ عام ظاهر نشه. چند لحظه بعد دوباره تلفن زنگ خورد. دیگه چه کسی میتونست باشه؟ رئیس بیمارستان کور شدن ناگهانی 2 پاسبان رو گزارش داده بود. یکی از اونها دختری با عینک تیره رو به خونه رسونده بود و دیگری به کمک دزد 1 ماشین رفته بود. ساعت 6 بعد از ظهر برای آخرین بار تلفن زنگ خورد. دکتر پس از قطع کردن تلفن رو به همسرش گفت که به زودی براش آمبولانسی میفرستن تا به بیمارستان بره. کمتر از 1 ساعت وقت داشتن، پس همسرش سریع شروع به جمع‌آوری کرد. در بین وسایل دکتر میتونست چند دست لباس و وسایل زنانه رو هم با خودش ببره. در نتیجه فکری به سرش خطور کرد. وقتی آمبولانس رسید زن به دروغ فریاد زد من هم کور شدم، همین الان کور شدم. پزشک بوت زده به جایی که فکر میکرد همسرش باید نشسته باشه خیره شد و وحشت سر تا پایش را گرفت. فصل 3، اعزام به تیمارستان برای مصلحت ملی. دستور مستقیماً از سمت وزیر صادر شد. تمام کورها و افرادی که با اونها در تماس بودند رو باید قرنطینه می‌کردند. بیماری که اکنون نامش بیماری سفید بود با سرعت زیادی در حال گسترش بود. در نهایت وزیر اعلام کرد که دستور قرنطینه لازم الاجراست. در دوران باستان از زمان وبا و تب زرد هر زمان که کشتی مشکوک یا آلوده‌ای وارد بندری جدید می‌شد تا 40 روز باید در مکانی دورتر از سایرین در دریا لنگر می‌انداخت و تا اطلاع ثانوی قرنطینه می‌شد. بر این اساس باید فضای دورتر از سایر ساختمان‌ها برای کورها و افرادی که با اونها در ارتباط بودند انتخاب می شد که به اندازه کافی بزرگ هم باشه. این فضای جدید به جای درمونگاه 1 تیمارستان بود. تا
طرح تیمارستان رو رئیس کمیسیون امنیت که در مجلس مسئولیت حمل و نقل، حفظ و حراست از کورها رو بر عهده داشت به وزیر گفت. گزینه‌های دیگه‌ای هم بودند، اما از میان تمام اونها تیمارستان به دلیل فضایی که شباهت به درمونگاه داشت، واقع شدن در وسط ناکجا آباد و دیوارهای بلند و تسلیحات نظامی جهت محافظت بهترین انتخاب برای کورها بود. این تیمارستان دو فضای مجزا و فضای بیرونی بزرگی داشت و به راحتی میشد بر کورها نظارت کرد تا فرار نکنند. یک ساختمان برای کورها و دیگری برای کسانی بود که در ارتباط با اونها بودند. یک فضای انتقال بزرگ هم برای کسانی که از بخش مشکوک ها به بخش کورها منتقل می شدن در نظر گرفتن. این تمام طرح حفاظت و نگهداری از کورها بود. کمیسیون با دقت کار خودش رو شروع کرد. تا شب نشده تمام افرادی رو که در تماس با کورها بودن به تیمارستان بردن. همسر پزشک و 5 نفر دیگه اولین گروهی بودند که به تیمارستان منتقل شدند. همسر پزشک همه چیز رو میدید و شاهد تحقیر شدن خودشون در حد رفتار با حیوانات بود، بسیار زجر میکشید. او پزشک رو تا بخش برد. پیش از آنکه کورهای دیگه از راه برسند، میخواست نگاهی به اطراف بندازه. نزدیکترین بخش به ورودی رو انتخاب کرد و در سالونی که با تختهای یک دست و ملحفه های بیرنگ و رو مرتب شده بود همسرش رو اسکان داد. او انتهای سالن رو انتخاب کرد چون در اونجا تسلط بیشتری بر همه چیز داشت. پس از آن گشتی در اطراف زد. آشپزخونه و اتاق نهارخوری بد بودند. سرویس های بهداشتی کثیف بودند. تنها نکته مثبت اون حیات پشتی بود که درختان زیادی داشت. دکتر که بدون کلمه ی حرف میدونست چه بر سرشون خواهد اومد، از همسرش خواست که اونجا رو ترک کنه. اما او همچنان تأکید داشت که هیچ فرقی نداره، کسی به اونها توجهی نمی کنه و دست آخر تا چند روز دیگه او هم کور میشه. باقی کورها هم زرار رسیدند. ابتدا دختر عینکی، پسر بچه لوچ، دزد ماشین و اولین مرد کور وارد سالن شدند. در سایر قسمت‌ها تنابی برای هدایت بود. پزشک و همسرش خودشون رو معرفی کردند و پس از اون هر کدوم روی تختی نشستند. اولین مرد کور و دزد ماشینش هم بی خبر از همه چیز در کنار هم بودند. پس از اینکه هر کدوم به غیر از یکی از مردها حرف زدند، صدای خشدار و محکمی از بلندگوها 15 دستور رو براشون خوند و گفت به این کوری بیماری سفید میگن و تا اطلاع ثانوی باید در قرنطینه بمونن. بر اساس این دستورات سربازها در صورت شورش کورها حکم تیر داشتند و هر روز 3 وعده غذایی به اونها داده میشد. اما هر کسی که مشکلی پیدا می کرد یا در مجموع محل قرنطینه دچار بحرانی می شد، دولت هیچ وظیفه‌ای در قبال دخالت و درست کردن شرایط نداشت. با چنین دستوراتی مشخص شد که اونها خودشون هستن و خودشون. بنابراین بهتر بود برای همه چیز آماده بشن و در راستای همبستگی ملی و نشون دادن مسئولیت اجتماعیشون به بودن در چنین جای کثیفی رضایت بدن. طی صحبت‌هایی که بین افراد کور پیش اومد، سرانجام اولین مرد کور دزد ماشینش رو تشخیص داد و فریاد زد تو دزد ماشین من هستی. دعوای میان دزد ماشین و اولین مرد کور در گرفت که مضحکه‌ای تمام عیار بود. اونها به هوا مش پرتاب می کردن و پشت به دیگری ناسزا می گفتند. در نهایت این دعوا به هیچ جا ختم نشد و
با دخالت دکتر و همسرش پایان گرفت. دکتر به اونها یادآوری کرد که به اندازه کافی در وضع اسفناکی هستند، پس بهتر شرایط رو برای خودشون بدتر نکنند، چون کسی نیست که به دادشون برسه. شب عجیبی بود، زیرا خباثت‌های مرد دزد تمومی نداشت. او در رفت و آمد دست جمعیشون به سمت سرویس بهداشتی به یک دختر دست درازی کرد و با ضربه کفش پاشنه بلند او مواجه شد. ضربه بد و آسیب رسانی بود و این را تنها زن دکتر متوجه می شد. اوزا پس از تمام این شرایط آروم گرفت. شب هنگام وقتی همه خواب بودن، زن دکتر به این میاندیشید که فردا او کور خواهد شد و تصور دنیایی پر از آدم کور پشتش رو میلرزوند. فصل چهارم. میدانم میبینی. در دنیای این کورها مسئله ندیدن نبود. اونها سفیدی و تمام اون چه در ذهن داشتن رو میدیدن. زن دکتر استیصال و تلاش این افراد برای حفظ اصول و اخلاق انسانی و همکاری رو دوست داشت، چون اعضای عمومی عیش دست جمعی بود، ولی او در این جمع جایی نداشت. زن دکتر هر لحظه منتظر بود درون استخری از شیر پرت بشه و دیگه چیزی نبینه، اما این اتفاق نمی افتاد. کسی باید باشه تا شاهد از بین رفتن انسانیت بشه. کوری به طرز غیر قابل کنترلی در جهان شیوع پیدا می کرد و می شد این رو از زیاد شدن صدای بخشهای دیگه حدس زد. زن دکتر در شب و روز به بخش‌های مختلف سرکشی می‌کرد و برای همسرش چراغ راهنما بود. او هر بار که زیر لب به همسرش می‌گفت من هنوز کور نیستم، می‌ترسید کسی صداش رو بشنوه. هنوز وقت صبحونه نشده بود که سر و صدایی از راهرو نظر همه رو جلب کرد. 5 مرد و زن دیگه کور شده بودن و اونها رو به این بخش آورده بودن. وقتی دکتر از این آدمهای ترسیده خواست که خودشون رو معرفی کنن، اولین مرد کور صدای همسرش رو تشخیص داد. غوغایی برپا شد. زوج درمانده گویی بعد از سالها همدیگر رو پیدا کرده بودن و وقتی کورمال به انگشتان هم رسیدند، اونقدر یکی شدن که گویی هرگز جدا نبودند. زن مستخدمی که به دختر کور کمک کرده بود، شاگرد دوافروش که قطره چشم به دختر داده بود، راننده تاکسی اولین مرد کور و پاسبانی که دزد رو پیدا کرده بود، افراد جدید رو تشکیل میدادند. حالا 11 نفر بودند که دکتر و همسرش خواسته یا ناخواسته تبدیل به مسئول اونها شده بودند. در این میان وضعیت دزد ماشین رو به وخامت می رفت. زخم پاش در ترکیب با آلودگی پاشنه کفش دختر و آلودگی محیط و آب تیمارستان کار خودش رو کرده بود و بوی گند زخم با باز شدن بانداج همه جا رو برداشته بود. زن دکتر میدونست که دزد چندان شانسی برای زنده موندن نداره، اما همسرش وظیفش رو به جا آورد و هنگام تحویل گرفتن صبحونه ها از مسئولین وسایل بهداشتی خواست و هیچ پاسخی هم دریافت نکرد. غذا همچنان به اندازه 5 نفر بود، اما این تعداد به همین صورت نمیموند. تا شب اون چه که انتظارش رو می کشیدند اتفاق افتاد. تعداد زیادتری از کورها رو مثل گله ای از گوسفندان داخل بخش ریختند. کورها وحشت زده این سو و اون سو می رفتند و در بخش های مختلفی ساکن می شدند. از اینجا به بعد
دیگه کاری از دست زن دکتر ساخته نبود. تجهیزات کم بود و تعداد زیاد و زیادتر می شد. مرد دوست که از زخم گندیده خودش در تب و عفونت می سوخت، زمانی که همه به خواب رفتن فرصت رو برای راحت کردن خودش فراهم دید. وقتی زن دکتر به سمت او رفت که حالش رو بپرسه، پاسخ خوب هستم رو تحویلش داد. اما یه کار دیگه هم کرد، دست زن پزشک رو گرفت و نزدیک به گوشش به آرومی زمزمه کرد: میدونم میبینی، از همون اول میدونستم، اما نگران نباش، دهنم قرصه. و بعد کمک زن برای حرکت کردن رو رد کرد. او میخواست مرگ خوبی داشته باشه، با استیصال و تکیه بر پای راستش و صدها بار زمین خوردن خودش رو به محوطه حیات رسوند. جسم سنگینش رو به سردی در فشار داد و باعث بیدار شدن نگهبان شد. نگهبان هم به محض دیدن چهره مرد دزد از میان میله ها شلیک کرد. صدای شلیک همه رو به حیات کشوند. جسد مرد دزد در محوطه افتاده بود و چهار کور به دنبال جسدش رفتند. فصل پنجم، دنیای سفید با آدمهای سیاه. گروهبان و سربازان محافظ اصلا توجهی به کورها نداشتند. فقط نباید اجازه می‌دادند که از تیمارستان بیرون برند. رفتار ناجوانمردانه مسئولین با اونها، وضعیت وحشتناک بهداشت آسایشگاه، کم شدن غذا، رفتار کورها با خودشون داشت همه چیز رو بدتر میکرد. هنوز هم از کوری زن دکتر خبری نبود و مرگ دزد ماشین پتک محکمی بر پیکر او و کورهای دیگه وارد کرده بود. درست وقتی زمان تقسیم غذا رسید و کورها و بیناها خواستن غذاشون رو بردارن، سربازها که از حادثه مرگ دزد کور ترسیده بودن، وحشت زده وارد سرسرا شدن. اونها به همه جا تیراندازی کردن و نزدیک به 9 نفر از کورها کشته شدن. بعد از ظهر آن روز یکی از همون سربازها کور شد، اما سربازها و ارتشیها رو پس از کوری به جای دیگه می بردند. اینجا حتی کور شدن افراد هم با هم فرق داشت. مثلا خبری از کوری ژنرال ها به بیرون درز نمی کرد و مقامات سیاسی در بهترین خانه ها با دسترسی به پیشرفته ترین امکانات قرنطینه می شدند. فضا اونقدر عجیب بود که گویی در دنیایی سورئال قرار دارند. پس از فاجعه کشتار قرار شد از این پس غذاها رو جیره بندی کنند. کم شدن غذاها تنها مسئله گرسنگی رو به دنبال نداشت، بلکه میتونست فجایع بیشتری رو به بار بیاره. آدم کوری که هیچ چیز برای از دست دادن نداره، میتونه برای یه تیکه نون هر کاری بکنه. حال آنکه مرتب بر تعداد این کورها هم اضافه می شد. حالا که غذا جیره بندی شده بود، کسانی که می دیدن می تونستن جیره بیشتری بردارن و بسیاری از کورها هم به کور دیگر رحم نمی کردن. پس از روز کشتار دیگه مشخص نبود چه ساعتی غذا می دن. گاهی فراموش می کردن و گاهی تا پایان شب طول می کشید. زمان توزیع غذا هم هرج و مرج در می گرفت. غذاها از هم قاپیده می شد. کوری زیر دست و پا می افتاد و حال دیگری اصلا مهم نبود. تنها غذا اهمیت داشت. همینه که می گن اگه می خوای از یک انسان برده بسازی، فکرش رو به غذا محدود کن. بخشی که دکتر اون رو اداره می کرد نظم بیشتری داشت. دکتر تمام تلال ششبرین بود که دیگران به مرحله غیر انسانی نرسن. بنابراین از همون ابتدا با بخش های دیگه صحبت کرد و قرار شد هنگام جیره بندی
دو مرد از هر بخش برن غذا بیارن و میان دیگران تقسیم کنن. تا اینجا همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه فاجعه بعدی از راه رسید. حادثه اجتناب ناپذیری اتفاق افتاد. 4 کامیون پر از کور جدید به بیمارستان آورده شدند. ظرفیت 3 بخش تیمارستان روی هم تقریبا 120 نفر بود. بنابراین وقتی قرار بود همه کور باشن دیگه نیازی به بخش بندی نبود. پس تمام کورها رو یک جا ریختن و رفتن. در کمتر از 1 هفته همه چیز از هم پاشید. دیگه رفتار کورها شبیه به انسان نبود. بوی مدفوع و عرق و هزاران چیز دیگه در محیط میپیچید. غذا نبود و گروه اول همچنان به هم چسبیده بودن. جالب این که میان کورهای جدید پیرمردی با چشم‌بند سیاه هم حضور داشت. او بود که خبر داد اوضاع بیرون بسیار بده و همه مبتلا شدن. یکی در وسط برنامه رادیویی فریاد می‌زد کور شدم، و دیگری از درون کاخ خودش می‌دید که همه جا تصادف و ویرانیه تا اینکه خودش هم کور شد. همه هست و نیست پیرمرد بسته به رادیویی بود که تنها پیوندش با دنیای بیرون محسوب می‌شد. همه چیز واقعا وحشتناک بود، اما همچنان مصیبت برای کورهای این تیمارستان تمامی نداشت. سرانجام از میان کورهای جدید دسته قلدرها سر برآوردن که همه رو غارت می‌کردن و ساکن بخش 4 بودن. این کورهای بی‌شرم و حیا برای اولین بار در ازای دادن جیره غذای بخش‌های مختلف تمام طلاها و وسایل با ارزش اونها رو گرفتند. زن پزشک که همه چیز رو می‌دید با نهایت بغض و نفرت حلقه ازدواجش رو بوسید و به غارتگران داد. اما قیچی تیزی که نمیدونست چرا با خودش آورده رو جای بالای دست همه روی میخ دیوار گذاشت. غارتگران حتی به تعداد کورها هم به اونها غذا نمیدادن، چون درست نمیدیدن که چند نفر هستن. اما بر اساس اون چه که زن پزشک به همسرش گفت، دسته غارتگران پر از آدمهای تنومند و مجهز به اسلحه بود. او حتی از سردسته اوباش پرسید که برای پول یا شیر و بیسکویت باید هزینه مشخصی بپردازند. اما پاسخی که شنید صدای تیری در سقف و این جمله بود: صدای تو را از یاد نمیبرم. زن دکتر هم در پاسخ گفت: من هم چهره تو به خاطرم میمونه. صحبت عجیبی برای یک کوره و کسی به اون توجهی نمیکنه. اما زن دکتر واقعا نقشه هایی در سر داشت. فصل 6، میبینم یا نمیبینم. همسر دکتر پر از کینه و خشم بود و استیصال همه رو میدید. غارتگران و اوباش در مرتبه دومی که میخواستن غذاها رو تقسیم کنن گفتن که در ازای غذا باید زنها رو به بخش اونها بفرستند. چه درخواست بیشرمانه و تکان دهنده‌ای. دیوانه ها یک حسابدار کور هم داشتن، حسابدار کوری که از ابتدا کور بود و حالا میان اونها پادشاهی میکرد. این خواسته بیشرمانه در نهایت انجام شد و حاصلش مرگ یکی از زنان بود. پس از اون اتفاق زن پزشک در نقشه خودش مصمم تر شد. او دیگه نمیدونست که میبینه یا نمیبینه. میان حجم احساسات مختلف گم گشته بود و چنان تحقیر شده بود که حتی از تماس دست همسرش هم نفرت داشت. پس به دنبال راه چاره‌ای میگشت و این بهانه رو زمانی که دوباره سر و کله اوباش پیدا شد به دست آورد. هرچند که دیگران به مزاجشون بد نیومده بود که زنان برن و غذا بیارن، اما زن دکتر این بی احترامی رو حتی اگه کور بود هم قبول نداشت. پس خودش رو میان زنان بخش دوم جا داد.
او خودش رو آهسته از میان دزدها سر داد و به سر دستش رو رسید و درست در لحظه ای که باید قیچی رو با دو تیغه باز در گردنش فرو کرد. زنان بخش دوم حداقل از حدک و حرمت ادامه دار نجات پیدا کرده بودند. زن دکتر زنان دیگر رو نجات میداد و در این حال رو به حسابدار کور فریاد میزد به او گفتم چهرش رو فراموش نمی کنم. حالا میگم که چهره تک تک شما رو فراموش نخواهم کرد. وقتی از اون جهنم دره خلاص شدن لحظه خوبی بود. دکتر ناگفته میدونست کار کیست و دیگه جیره قضا به دست اوباش نبود. درست به همین دلیل جیره قضاشون در روز سوم تمام شد و وقتی با این خبر که دیگه نون نداریم روبرو شدن فهمیدن که خودشون باید دست به کار بشن. حالا شرایط فرق داشت و بحث بر سر زنده موندنه. وای به زمانی که قانون بقا در یه جمعیت سر باز کنه، اونگاه دیگه هیچ کس برادر دیگری نیست و همه چیز به زنده موندن مربوط میشه. این ترس اصلی پزشک و همسرش بود. در روزهای بعد که همچنان خبری از قضا نبود، نکته نظر زن پزشک رو به خودش جلب کرد. تقه ای از میکروفون بلند شد و بعد از اون دستورات در زمانی که نباید پخش شدند. شاید سیستم عیب کرده بود و کسی جرأت نداشت برای تعمیر جلو بره. دکتر در کنار زنش دختر عینکی، پسر لوچ، پیرمرد کور و عده دیگه گروهی 17 نفره شدند تا به دنبال قضا برن. قضا هرچه بود در بخش 4 پیدا می شد. این گروه با 6 تکاور اصلی راهی جنگ با بخش 4 شدند. قیامتی برپا شد. صدای تیراندازی همه جا رو پر کرد. زن پزشک از این سو و حسابدار کو از اون سو راهنمای گروه ها بودن. کورها دیگه ترسی نداشتن، پس با گروه اول همراه شدن و با هم به سمت سنگر بخش نفرین شده حمله کردن. زن دکتر دیگه دلیلی برای پنهان کردن بینایی خودش در دنیای کورها نداشت، پس بلند اعلام کرد که میبینه و با این کار باعث خوشحالی عده بسیاری شد تا در راه براندازی اوباش با او همراه بشن. حمله دوم کارساز شد و سنگر فرو ریخت، اما باز هم اوباش شکست نخوردند. کورها دوباره در حال فکر کردن بودن و اصلا متوجه حرکت شجاعانه یک زن به بخش نفرین شده نشدن. زنی که به امیدی فندکی با خودش آورده بود و صاف به سمت جعبه فیوز تیمارستان می رفت. او فندک رو زد و با همون اولین جرقه فیوز به آتش کشیده شد. پس از اون مردان در آتش سوختن و دیگران زیر دست و پا و کورمال کورمال به راهنمای زن دکتر به سمت حیات پشتی رفتند، چون هنوز هم در حیات جلویی نگهبان حضور داشت. ساختمان تا سپیده صبح در آتش سوخت و هیچ خبری از کمک نمی‌شد. زن پزشک احساساتی بی‌نام و نشون رو تجربه می‌کرد، پس از آتش سوزی به سمت حیات جلویی رفت و در کمال تعجب دید که دیگه کسی محافظ اونها نیست و همه رفتن. او به همراه دکتر، پسر لوچ، دختر عینکی، اولین مرد کور و همسرش و پیرمرد یک چشم به دیگران گفتند که آزاد هستند تا برن و دیگه نگهبانی نیست. پس از ترک تیمارستان عمق فاجعه بیماری سفید رو فقط زن پزشک میتونست ببینه. ساختمون ها فرو ریخته بود، جسدهای زیاد در خیابون دیده میشد، همه چیز رها شده و متروک بود. زن پزشک به سمت خونش رفت،
کلید هنوز سر جای خودش بود. وقتی وارد خونه شد احساس کرد همه چیز رو پشت سر گذاشته و با دوستان جدیدش میتونه سالها زندگی کنه. در روزهای بعدی هر کس به نوعی با جریانات بیماری سفید کنار اومد، اما یکی از همون روزها ناگهان فریادی نظر همه رو به سمت خودش جلب کرد. من میبینم، میبینم، واقعا میبینم. این صدای اولین مرد کور بود. کسی باور نمی کرد تا اینکه زن دکتر همه چیز رو بررسی کرد و با اشک و خوشحالی گفت او واقعا میبینه. زن پزشک شتابان و با تپش قلبی شدید به سمت حیاط دوید و به آسمان نگاه کرد. چون آسمان سفید بود لحظه ای فکر کرد که حالا خودش کور شده، اما نگاهش رو به سمت باغچه پایین آورد و دیدن رنگ سبز چمن باعث شد که دوباره امیدوار بشه. زن دکتر هنوز میدید، حالا حتی بهتر از هر زمان دیگه ای میدید. او از گوشه و کنار شهر صدای میبینم میبینم رو میشنید و خوشحال بود که دیگه در تیمارستان نیست. سخن پایانی. داستان از اون جایی شروع میشه که مردی در پشت چراغ قرمز در یه روز خیلی عادی بینایی خودش رو از دست میده. نوعی جدید از کوری که با مبتلا شدن به اون به جای سیاهی افراد همه چیز رو سفید میبینند. نام این مرض رو بیماری سفید میذارند. در جریان این اپیدمی که از اولین مرد کور شروع شد و به تک تک افراد به غیر از یه نفر رسید، اتفاق ها میفته و آدمی گویی به ذات اولیه و قانون جنگل برمیگرده. پس از اولین مرد کور، دزد ماشین او کور میشه و پس از اونها دکتر چشم پزشکی که شاید نماد آن دسته از افراد تحصیل کرده ای باشه که نمیبینن اما میخوان حاله ندیدن رو بشکنن. این مرد که شجاعتش مثال زدنیه همسری متفاوت داره. اون یک نفر بینا میان دسته کوران زن پزشک، همسری وفادار و دلیر که در تک تک لحظات چراغ راهنمای همسرش و جمعیت کورانی میشه که هر یک نماد قشری از جامعه هستند. همسر پزشک با اظهار به کوری همراه همسرش میشه و با هم به یه تیمارستان منتقل میشن. او و همسرش به همراه کورهایی که میشناسن، مثل اولین مرد کور و همسر او، دزد ماشین، پیر مرد تک چشم، پسره که لوچ، دختری زیبا با عینکی بزرگ که هر سه بیمار پزشکند، اولین کسانی بودند که یک گروه میشن. رفته رفته هرچه به تعداد کورها افزوده میشه به مصائب این دسته نیز دوچندان اضافه میشه. این گروه در فضای شبیه به لجنزار به قهر چاه انسانیت فرو میفتن، اما در نهایت با کمک زن پزشک و شجاعت بسیاری دیگر نجات پیدا میکنن. گروه کوران به همراه همسر پزشک که در این تیمارستان لاجا و مکان گیر افتادند اونقدر تحقیر میشن که حتی ارزش خودشون رو از یه ریگ روون در بیابون هم کمتر میبینن، و اینها همه نتیجه سیاست‌های رفتاری در مقابله با اونها. رفتار انسان‌ها با هم در جریان شیوع یک اپیدمی و گاهی حتی خیانت همین گروه به خودشونه. زن پزشک رو شاید بیشتر از همه میشه به قشر روشن فکر جامعه شبیه دونست که در جماعت کوران و سیاست‌های غلطگیر افتادن و فریادشون راه به جایی نداره. کودک لوچ هم شاید نماد نسل فردا باشه و مراقبت‌های دخترک عینکی از او کم از بوی مادری نداره، چون هر کجا بهانه مادرش رو میگیره این دختری که به دنبالش میاد و دستش رو رها نمی‌کنه. اونها میخوان اگه حداقل کور هستن و
نمیتونن شبیه به قبل زندگی کنن، حداقل غیر انسانی هم زندگی نکنن. بنابراین در مقابل همه چیز مقاومت میکنن و مقاومت اونها در مقابل داستانهایی که از سر میگذرونن زن پزشک رو به فکر کاری میندازه که در نهایت منجر به رهاییشون میشه. زن دکتر بالاخره به بیناییش اعتراف میکنه و همه از تیمارستانی که در آتش سوخته است میگریزن. حالا این جماعت به خونه دکتر میرن تا اینکه فریاد میبینم میبینم همه جا رو فرا میگیره و کوری از دنیای مدرن به قیمت بسیار سنگینی خداحافظی میکنه. حالا همه بیشتر میبینن. امیدوارم که از شنیدن این خلاصه کتاب نهایت لذت رو برده باشین. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. با سپاس، علیرضا میر هستم از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ماجویا. کتاب های صوتی از کانال لیل و ماجویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب آگاهی و دانش را گسترش دهیم.